خدایا قصد شدم منو هر روز زمین بردار، ای خدا دست به من نزد. به به به، سلام رفقا، چطورین؟ خوبین؟ این سری دیگه سه 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 نگفت. ایشالله که هر جا هستین خوب و خوش و سلامت باشین. مرسی که با کامنت های قشنگتون کلی بهم انرژی میدین و همراهیم میکنین. اگه براتون مقدوره با زدن دکمه ساب و لایک بیشتر بهم انرژی بدین. مرسی. حالا با هم دیگه بریم برای یه سایکو نخندی دیگه. کدوم رفیقته؟ چی بود؟ چیزی نیست، کنترل رسپلته. پیش خود فکر نکردی؟ کدوم رفیقتونه؟ شما این رفیقا دارین؟ ازش دوری کنین تو رو خدا. دختر کجایی تو؟ نکنه داری به هم خیانت میکنی؟ پسر عزیزم خیانت چیه؟ وسط یه جلسه مهمم. چه جلسه؟ نه 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 واقعا سینگلی بد جور فشار آوری، کمبود دختر رو کاملا مشاهده میکنین تو این تصویر. این همه ایده ناب و خدا وکیلی از کجاتون میارین؟ آخه با بادکنک یعنی به اونم رحم نمیکنین؟ دهن سرویس ها. اون یکی میگه این نمیتره که هرچی میذارم، یعنی جنسش اصلیه، من اینو میبرم با خود. تو جلسه مهمی؟ نه آره، خب خیلی مهمه. همه فکر میکنن این سرشیش است، ولی محافظ سینه مادر. به درد کیا میخوره؟ به درد من میخوره، میچسکونمش به میز کارم، هر یه رو یه بار یه پک میزنم ازش. نه خیلی بیشوری بخواه، امروز همه چشونه، اون از اون باد کنکه، این از این. دارین چیکار میکنین با خودتون؟ چقدر سینگل موندین آخه؟ دیگه به همه چی رو آوردن. ولی برادر من فکر کنم اون به میز کارت نمیچسبه، میدونی فقط به یه سری از اندامهای خاص میچسبه. شما بهتر همون شخص رو پیدا کنی، اونجوری برات بهتره. رفقای جان، نیازمند یاری سبزتان هستم، لطفاً با زدن دکمه لایک به هم انرژی بدین و حمایتم کنید. مرسی. حالا بریم برای کلیپ بعد. آقا تنهایی؟ بله بله. میشه دوتا بشیم یا ازدواج کنیم ستا بشیم؟ خانم من تازه جب زدم. خیلی بیش. گلنار خیلی بس. این دوتا به هم دیگه ربط داره مگه؟ یعنی چون احمده دیگه الان نمیتونه با دختری باشه؟ چرا؟ چی شده دقیقا؟ پسرها بیان بنویسن یعنی چی، توضیح بدین واقعا. ولی من از صداقتش خوش آمد، صادقانه گفت من الان زدم و الان نمیتونم با تو باشم. وقتی از مشکلات زندگی خسته شدی ولی هنوز حولی. خدایا قصد شدم منو هر روز زمین بردار، ای خدا دست به من نزد. یه دختر دید، ای وای من تموم شد، همه مشکلاتتو فراموش کردی لعنتی، همین الان داشتی گریه میکردی. حول پلاس به تو میگن به خدا. مامان جان داداش، تو مگه متعهل نیستی؟ آیا چی شد مگه؟ تو چجوری زنتو فر میدی میای دور همین؟ ما دوست دختر داریم نمیدونه فر میدی، دم به دقیق تصویر زنگ میزنه کجایی؟ ببین داداش، ما این هم تو مجردی هم حسن، بین شما من متعهلم. خب یه چیزی بهتون میگم، آویزه گوشتون بمونه، زمانی که متعهل شدین همون روز اول گربه رو دم هجله بکشید. من تو خونه یه سیاستی دارم که اصلا زنمو چپ چپ نگاه کنم حساب کار میاد دستش. دو ساعت قبل دور همی. من که همیشه ظرفا رو میشورم، خونه رو مرتب میکنم، لباسا رو میشورم، هر ما حقوق من رو تو میگیری، پس بذار یه امروز با دوستان برم بیرون دیگه. چه طرفی میبینم؟
عزیز تو رو پس دادم باز من به دوستام قول دادم پرچم من جلو دوستام پایین نیاد فقط یه روزه دو ساعت دوها برد بیاد ای وای چجوری پاهاشو میکوبید رو زن گریه میکن من گفتم الان پای زنه رو میبوسه تو رو خدا اقا منت نکش ولش کن اون سیاستی که میگفتی تو حلقم کامل خب میگه من که همه ظرف و ظروفا رو میشورم خونه رو تمیز میکنم تو رو خدا بذار برم دیگه الهی بگردم بذار دیگه وقتی با کفش بیرونیت اومدی تو باشگاه آخ چه کار زشتی واقعا متاسفم واسه دارم پاک میکنم دیگه هی نگو متاسفم باشه متاسف باش داره پاک میکنه دیگه اقا نگو متاسف باش اصلا الهی بگرد چقدر صداش گوگولی و کیوت بود عزیز دل ببین درسته به اون هیکل و بازو و تتو نمیخورد این صدا خب صدا و تصویر با هم نمیخوند ولی خب به هر حال به اون صورتش میخورد صورتش کیوت بود عشق و حال هزینه داره گوره بابای دنیا جمع کنم کی بخوره عشق و حال هزینه داره داداش صفول سون آقا به به چی شد تموم شد گوجه سیخ زدی 20 گوجه سیخ زدی بعد کبابش کو مرغش کو عشق و حال هزینه داره دهنت چی هزینه دقیقا گوجه ها رو داری میگی کیلوی 20 تا خریدی اینجوری هزینه میکنی برای خودت میگم یه وقت ورشکست نشی به خدا احسان دلم یه مسافرت دو نفره میخواد یه شمال بریم شمال بریم فقط جون مادرت به کسی نگو بیا بریم رشت تو رو خدا بیا یقه یارو رو میخواد بگیره با هم برن رشت انزلی چرا بعضی مردا اینطوری نمیشه دو نفری برین چی میشه مگه با زنتون برین حتما با یه سر خر بیارین اون وسط واکنش بابام وقتی بهش میگم به هم پول بده نمیشناسم شما رو کی؟ یا عبر نمیشناسم شما کی شما داره میپرسه این کیه نمیدونم خودت به دنیاش آوردی یه ذره فکر کن ببین کدوم خانومت بابای شما هم اینجوریه موقع پول دادن کلن نمیشناسه غمگین ترین قسمت روز حالا نمیدونم سر کار دانشگاه کجاست ولی واقعا هم همین طوریه که تو میگی خیلی غمگینه کلیپا چطور بود رفقا خنده آورد رو لبای قشنگتون خوشتون اومد حال کردین ایشالله که همیشه دلاتون شاد و لباتون خندون باشه تا یه سعی کن نخندی دیگه یا بخندی دیگه بدرود